بذار فناوری رو کار برد صفحه 91. خب یعنی کسی خواهد سآل صفحه 91 در مورد فناوری و کاربرد اومده گفته. ما حالا جلسه قبل در مورد مثلا اومدیم در مورد اجسام گفتیم، در مورد اجسام تیره گفتیم، در مورد اجسام روشن گفتیم که اجسام روشن، اجسام تیره چطوری نور رو جذب میکنن، چطوری بازتابش میکنن. خب اینجا حالا میخوایم چون دیگه ما وقت نداریم، میخوایم سریعتر جلوتر بریم از درس‌های قبلی، فعلا الان نمیگیم تا حالا بعدش برسیم به فناوری و کاربرد. به جای فناوری و کاربرد میخوایم ببینیم این اطلاعاتی که به دست آوردیم از صفحات قبل، اطلاعات ما یک سری اطلاعاتی به دست آوردیم، کجا ازشون میشه استفاده که از این اطلاعاتی که ما داریم به جاها کجا میشه ازشون استفاده کنیم. خب اولین کاربردی که بچه‌ها میتونیم نام ببریم در موتور خودروهاست. پس اولین کاربردی که ما میتونیم نام ببریم در کجاست؟ در موتور خودروها. اما چگونه به چه استفاده‌ای در موتور خودروها داره؟ یعنی این اطلاعاتی که به شما داریم چه استفاده‌ای در موتور خودروها داره؟ در جواب شما میدیم گرما دمای خیلی از چیزها رو که داریم چیکار میکنه؟ بالا میبره و باید این گرمایی که ما در واقع تولید میشه تو موتور خودرو باید این گرما رو کنترل کنیم. خب یکی از چیزی که میتونه گرمای موتور خودرو میدونید که خیلی بالا میره، اگه دمای اون به جا خیلی بالا بره آسیب میزنه به چی؟ به موتور خودرو. خب چگونه میان دمای موتور خودرو پایین میاره؟ به نظر شما چگونه میتونن دمای موتور خودرو رو پایین بیارن؟ خودتون میفهمید دیگه. میگیم برای جلوگیری از این اتفاق که دمای موتور خودرو بالا بره میان یک سامانه ای رو به جا طراحی کردن، یک سیستمی رو طراحی کردن به نام چی؟ به نام سامانه خنک کننده موتور خودرو. سامانه موتور خودرو، سامانه به جای موتور خودرو دو تا قسمت داره. پس اگر شما اینجا ما می‌نویسید سامانه موتور خودرو، خب سامانه موتور خودرو به نظر شما چند تا قسمت داره؟ دو تا. یکی شما نوشتینه، یکی دیگه شما الان می‌تونید بگید لباس می‌نویسید، یکی دیگه می‌تونید که نوشتینه، یکی رادیاتور هست. خب یکی رادیاتور اونجایی که آب داخل این می‌ریزن. خب رادیاتور رو چه پهن می‌سازن و سطحشون زیاد میشه. دیدی که رادیاتور چقدر پهنه؟ رادیاتورهای جلو ماشین، جلو خودروها پهنه. خب یکی دیگه زیرش بچه خط بکشید، رادیاتور سطح یک دو سه، این سامانه خنک کننده موتور خودرو را بنویسید. بعد رادیاتور را میتونید اینجا سطح چهار و پنجم از یک دو سه چهار، سطح چهارم رادیاتور به صورت پهن و با سطح زیاد ساخته میشه. خب اینو طراحی سطح چندم از دست دادن گرما به صورت هم رفت به تابش برد. پس وقتی که رادیاتور رو پهن میسازن، میگیم پهن، حالا دیگه فقط پهن رو سطحش رو زیاد میسازن، باعث از دست رفتن گرما به صورت چی میشه؟ به صورت هم رفت به تابش. پس میگیم که ساختن رادیاتور که پهنه باعث از دست رفتن گرما میشه. زیرش خط هم میتونیم بکشیم، میتونیم این چیزی که من نوشتم چیکار کنیم؟ بنویسیم. خب به صورت همراه و تابش میشه، درسته؟ خب یکی دیگه، درسته، پویا افتخاری اورفضل آزادی اشاره کرده، درسته، یکی دیگه به صورت فن خنک کننده است یا پنکه است. خب یکی فن خنک کننده یا پنکه. خب یا پس یکی دیگرش میگیم یک رادیاتور، دو فن خنک کننده یا پنکه. فن خنک کننده. خب اون پنکه هم که خودمون میگیم در واقع اینا هنگامی که سبب این فن خنک کننده بشه کارش چیه؟ کار فن خنک کننده یا پنکه چیه؟ تابلو چیه؟ جلی دیگم چی نمیشتیه؟ نمیدونم تابلو تازه؟ نمیدونم به چی نمیشتیم. فن به جا خنک کننده باعث میشه. خب فن ما نمیشتیم پن و سطح زیاد، پن و سطح زیاد، این رو یاد نمیشن، پن و
به سطح زیاد هم رفت به تابش. فن خنک‌کننده به جایی که کار میکنه، فن خنک‌کننده هوای گرم را از اطراف رادیاتور دور میکنه. فن خنک‌کننده کارش اینه که هوای داغ را از اطراف رادیاتور دور میکنه که بدونه چه بشه این رادیاتور آب داخلش خنک بشه. پس اونجا هم سطر یکی مونده، با سطر آخری هم اون قسمت نوشته شه کاهش اطلاف گرما در خانه هست و سبب دور شدن هوای داغ میشه. سبب دور شدن هوای داغ از اطراف رادیاتور میشه. خب بشه این هم چند خنک کننده سبب دور شدن هوای داغ از اطراف رادیاتور. پس سامانه خنک کننده اتومبیل در معامله کلی رو خلاصه کردیم. بچی کل این قسمت ما خلاصه کردیم و داخل این قسمتی رو تابلو نوشتیم. شما در واقع همین هم بخونید، در واقع این 6 5 6 خط بالایی را چکار کردین؟ خوندین. خب بچه سامانه خنک کننده میاد انرژی گرمایی موتور را انتقال میده به رادیاتور، درسته؟ پس این سامانه خنک کننده چیه؟ این انرژی گرمایی، انرژی گرمایی انتقال پیدا میکنه به رادیاتور و رادیاتور با ویژگی هایی که داره. ویژگی بچه رادیاتور چیه؟ یکی پهنه، یکی دیگه سطحش زیاده، باعث میشه به راحتی گرما رو به محیط بده. از چه روشی بچه گرما رو به محیط میده؟ از روش همرفت به چی؟ به تابش. روش همرفت به تابش رو ما خوندیم بچه چیه؟ روش همرفت به تابش رو ما خوندیم که چی دیگه؟ بیشتر از این ما وقت نداریم که در مورد روش همرفت به تابش بگیم. از طریق بچه آبی که داخل لوله های اون جاریه میاد، از طریق همرفت، خب از طریق همرفت موتور خنک کننده و از طریق تابش گرمای لازم را به اطرافش میده. پس بچه ها میاد از طریق همرفت، گفتیم همرفت در کجا صورت میگیره؟ در مایعات و در گازها صورت میگیره. آبی که داخل این رادیاتور هست گرما انتقال پیدا میکنه به این آب، به این آب از طریق همرفت گرماشو به بیرون میده. خب بنابراین هنگامی که موتور بچه داغ میشه، هنگامی که موتور داغ میشه این پنکه ها روشن میشن و سبب دور شدن هوای گرم در اطراف رادیاتور میشه و سبب میشه که رادیاتور بهتر کار کنه. پس این پنکه بچه کار چیه؟ هوای داغ را از اطراف رادیاتور چکار میکنه؟ دور میکنه و باعث میشه که رادیاتور کارایش بهتر بشه، کارش بهتر بشه، زودتر آب را چکار کنه؟ خنک کنه. بچه فهمیدید در مورد این؟ خوب فهمیدید که گوش گرفتیم؟ خوب فهمیدید که چه شد؟ یا دوباره یه بار این توضیح بدم مستقی؟ فهمیدید؟ همه فهمیدن؟ خب یه بار دیگه خیلی خلاصه میگم. سامانه چه خنک کننده میاد انرژی گرمایی را به انرژی گرمایی موتور را، انرژی گرمایی موتور را انتقال میده به رادیاتور. خب انرژی گرمایی را به رادیاتور. رادیاتور با ویژگی هایی داره. رادیاتور ویژگی هایی چیه؟ پهن به سطح زیاده. با ویژگی هایی که داره، پهن به سطح زیاده، برایی میتونه گرما را به محیط بده. خب از چه روش این کار انجام میده؟ از روش همرفت و تابش. از روش همرفت به تابش استفاده میکنه. خوندی که روش همرفت به تابشیه که از این روش بدونه و از طریق آبی که در لوله های اون جاریه، در این لوله ها رادیاتور از لوله درست شده جاریه، از طریق همرفت موتور خنک میشه و از طریق تابش هم گرمای آب رو به اطراف میده. پس هم از طریق همرفت هم از طریق تابش. بچه روش تابش چه روشی بود؟ روشی که به احتیاج به ماده نداره، به مولکول‌های ماده نداره. خب از طریق همرفت تابش گرمای خودش رو به اطراف میده. هنگامی که موتور در واقع داغ میشه و هوای گرم اطرافش، این فن روشن میشه و هوای داغ رو از اطراف رادیاتور دور میکنه و باعث کارایی بهتر میشه. بچه‌ها ببینید قسمت دوم کاهش اطلاف گرما در خانه. کی میخواد بیاد با سیستم؟ کی میخواد بیاد؟ یک اولوزن ساده. شما تا حالا نومدیه؟ اولفضل صابر، اولفضل صابر بیا. چی داریم؟ میکروفون داریم. اولفضل صابر باش، بچه هم نوبت صبحان میرانیم. اولفضل صابر، اولفضل صابر،
بیا دیگه نه. چرا نمیگیم بری سیستم؟ خب تعاون فرد صادر بخواد بیاد بری سیستم، خب؟ خب بیا، کی بیاد؟ سوهان، بالاش خاموش کن. سوهان شما بیا، سوهان میاد. سوهان؟ سلام آقا، بله. سلام آقا. سلام آقا، خوبی؟ صبح خیر. خب، سوهان، میبینی سامانی خانه کننده و اتومبیل از چه قسمت هایی درست شده؟ سمتی نبیدی؟ آقا، از دو قسمت درست شده، یکیش آقا یکیش رادیاتور است که به صورت پهن و با سطح زیاد ساخته شده و باعث میشه که گرما به صورت همرف و تابش خونه و انتقال داده میشه به همرف و خودرو رو خنک کنه. یکی دیگه شم آقا پنکه های خنک کننده که آقا بله پنکه ها روشن میشه وقتی که خیلی ماشین گرم میشه و باعث دور شدن هوای داغ از اطراف رادیاتور میشه. ضرور باشه. خب کاهش اطلاف گرما در خانه سطح اول و دوم شو بخون. کاهش اطلاف گرما در خانه دمای مناسب برای داخل خانه یا محل های کار و مدرسه بین 18 سانتیگراد تا 20 سانتیگراد است. در روزهای سرد سوان نوشته باید بگیم 18 درجه سانتیگراد. صدا اکو میشه سوان؟ صدا اکو میشه علت چیه؟ بگه چی روشن کردیه؟ چطوریه؟ آقا هیچی، من هیچی الان ندارم. آه صدا نیکنم چرا اکو میشه؟ بچه کسی دیگه صدا باز نیست صدا برم؟ خب سوان بخون تمام را چون صدا اکو میشه مجموع صدی شما نه؟ آقا الان را اکو میشه؟ هنسفری بزن میرم هنسفری هنسفری آقا باید برم گیرم. خب بخون تا بعدش برو گیرم. باش چش دما خب بین 20 درجه سانتیگراد در روزهای سرد اختلاف دمای درون خانه و بیرون بسیار زیاد می شود و این اختلاف دما سبب اتلاف گرمای زیادی می شود و ممکن است هزینه زیادی را به خانواده تحمیل کند به طوری که مجبور به پرداخت مبلغ کلانی برای قبضهای برق و گاز شویم. برای جلوگیری از اتلاف گرمایی و سازگاری بیشتر با محیط زیست راه های مختلفی وجود دارد. شکل 12 نشان میدهد که چطور میتوان اتلاف گرما را در خانه کاهش داد و از هزینه های گرمایشی خانه کاست. خب مسکرم درست شد نه؟ بچه درست شد نه؟ صدا بازم درست شد سوان روش ما صدا قصد بودم میگفتم که بیاد فکر کنم وقتی گوشی تکون میدم اکو میشه. خب گوشی تو خونه سر کن الان درسته؟ نه نه درست نیست پشتن قد میکن باش. خب کارش اطلاف بازم صدا اکو داره. بله پویا سفاری سلام صبح خیر. صدای شما هم بخیر. خب اما صدای شما درست سلیم دارم صدای روزات بکنم میکروفون سلطان میرانی خودش خراب نکنم بلند چون سر هر کلاسی که معلم ها میکروفون رو باز میکنه صدایش اکو میشه. ممکنه حالا شما آمدیم و خط یه چند دقیقه اون بعدش شد. خب به جهان بکنم که سلطان میرانی خود و خود کنم به جا اینجا ما راهی که برای ائتلاف گرما وجود داره بچا اینجا که گفته گرمای لازم برای محیط کار و مدرسه بین 18 تا 20 درجه یعنی اگه ما دمای اتاقمون 18 تا 20 درجه سانتیگراد باشه نه احتیاج داریم به کولر و نه احتیاج داریم به چی؟ به بخاری و دمای مناسبی اندازه. اما در روزهای سرد میگه دمای خون یعنی داخل اتاق و اینا خونه ها مثلا زیاد سرد میشه و ما مجبوریم که چه استفاده کنیم یا مثلا روزی که هوا گرم میشه ما مجبوریم کولر استفاده کنیم یا مجبوریم که روزی که هوا سرد میشه بخاری استفاده کنیم. حالا راهایی که این
راههایی وجود داره که ما بخوایم بخاری کمتر روشن باشه، رادیو درجه کمتری گذاشته بشه که زیاد انرژی مصرف نکنیم، گاز مصرف نکنیم، یا کولرمون مثلا کمتر روشن باشه، روی درجه کمتری گذاشته باشه. چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ صد بودونی سخت و آیق اینا بکار بریم راههای بچه پس راههای اطلاف گرما رو نکنیم، راههای اطلاف گرما، پایش گرما داخل خونه نوشته شه، بخونش بچه ها یکی میخونشون. اگر از شما داخل امتحان گفتم راههای کاهش اطلاف گرما در خانه چیه، باید این چند تا راه بچه ها بگیم. این چند تا راه سقف عایق، بعد از سقف عایق استفاده کنیم، خب مخزن آب داغ پوشیده شده، بله مخزن آب داغ رو که پوشیده شده بپوشونیم، این مخزن آب را اینجوری بپوشونیم با مثلا یه چیزی که وجود داره اینا رو بیم بپوشونیم. حالا دیگه خب دیوار عایق، دیوارها عایق باشن، نفهم دیوارها عایق باشن، دیوار عایق میفهمی منظورش چیه؟ دیوار عایق باشن چطوری ما دیوارها رو عایق کنیم؟ داخلشون مواد عایق بکار بریم، داخلشون مواد عایق بکنیم، مثل چی؟ مثل یونلی، درسته؟ مثل کاجو، ها بلا بعد مثل چوب اینا، خب بعد پنجره دوجداره، پنجره های دوجداره استفاده کنیم، درسته؟ بعد فرش موکن، فرش موکن چه کمکی میکنه که ما کف خونه، چون بعض خونه اصلا زمین گرمتر میشه، اصلا زمین گرمتر میشه، زن زمین زن زیاد سرد نمیشه که ما با بخاری استفاده کنیم. یعنی این باعث میمون که گرمای اتاق به بیرون نره، درسته؟ یعنی این بخاری بیا سرمای اتاق به بیرون نره، فرش موکن پس این خب تأثیر داره. بعدش دیگه چیه؟ رادیاتور دارای دمپامو، رادیاتور رو که ده درجه داشت، ترموستات، اسم ترموستات شنیدی؟ نه، رادیاتور رو دماغا داشت، اسم ترموستات، اسم فارسیش دماغاه. یعنی که چه استفاده کنیم؟ رادیاتوری استفاده کنیم که درجه داشت و خودش خاموش میشه، دیدی که وقتی که مثلا آب گرمکن خودش میره خاموش میشه، درسته؟ روی درجه که قرار میگیم خود دماغمون رادیاتورمون داره درجه باشه که وقتی اتاق به یه درجه به یه حدی رسید مثل آب گرمکن خودش خاموش میشه. و یکی دیگه شم که میخوندی دستگیر میفهمی چیه که؟ بله استاد، زیر درها رو میپوشیم، درها این ها یه نوار پلاستیکی هست میزنن که این در واقع خاره، این گرما و سرما خاره نشه. این راه های بچه ها باید برای کاهش اطلاف گرما در خونه. اما راه دیگه بچه ها کاربرد بعدی دماغان یا فلاسک خلا هست. خب دماغان یا فلاسک خلا چیه؟ یکی از مشکلات و موزلاتی که در زندگی روزمره من بچه ها داریم، خودم در زندگی روزمره خودمون داریم، اینه که وقتی میخواییم یه جایی بریم چگونه یه نوشیدنی های داغمون رو گرم نگه داریم، میخواییم بریم بیرون کار، میخواییم بریم مسافرت، خب تو راه چگونه یه نوشیدنی های داغمون رو گرم نگه داریم؟ یا حتی نوشیدنی های خنکمون، نوشیدنی خنکی که داریم اصلا داخل یه بطری هستن فلزی که مثلا آب اگه اونشون بده خنک نگه میدارن، یا اون چای بریزی نگه میدارن. اینا یه سیستمی داخل اینا، یه سیستم در واقع داخل اینا بکار رفته، یا نوشیدنی ها چه خنک اون را میخواییم که خنک نگه داریم. با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردیم در صفحات قبلی، بیاییم یه ظرفی اومدنه درست کردنه، این ظرف میتونه از سر را انتقال گرما جلوگیری کنه، یا به داخل یا به بیرون. فهمید چی شد؟ چی است؟ یه حالا که توضیح میدید؟ نه کن، ما یه سری اطلاعاتی از صفحات قبل به دست آوردیم. میگه این برای که ما این ظرفمون بتونیم مایمون را خنک نگه داریم یا گرم نگه بداریم، سه راه انتقال گرما وجود داره. یه ظرفی اومده به ساختنه، این ظرفه از سه راه انتقال گرما جلوگیری میکنه، یا به داخل یا به بیرون. در این حالت ما میتونیم هر ماده غذایی رو، خب هر ماده غذایی رو داغ یا خنک نگه داریم. معمولا این کارها رو میتونیم با ظرفهایی به نام دماغان یا فلاسک خلا انجام بدیم. خب در ظرفی که اینجا مشاهده میکنید، در این ظرف، در این دماغانی که اینجا مشاهده میکنید، خب دقت کنید، مهمترین و اصلی ترین جزء این ظرف، مهمترین و اصلی ترین جزء این ظرف به نظرت کجا چیه؟
مثلا دمای جسمی که داخلش نه بفرمایید چون گفتم مهمترین قسمت این ضعف چیه به نظرت؟ مهمترین قسمت این ضعف کم از این قسمت هاست که نشون داره به نظرت؟ مهمترین قسمت این ضعف خب بطری دو جداره که در قسمت داخلی این بطری قرار گرفت، در قسمت داخلی این ضعف قرار گرفت. پس یه بطری چیه؟ دو جداره. بطری که میبینی دو جداره هست از دو تا لایه درست بیده؟ حالا دو تا لایه خب وسط چند خالیه مثل یکه، درسته؟ پس مهمترین قسمت این ضعف بطری دو جداره هست. سطح این بطری ها نقطه ای میسازنش، بیرون این بطری چطوری دیدی که این شیشه شونه دیدیه؟ حالا سطحشون نقره اندوده، درسته؟ نقش اینه که نقشش چیه؟ این نقشی که داره نقش اینه که مانع انتقال گرما از طریق تابش میشه. چون رنگ سفید چیکار میکنه؟ خوندیم که رنگ سفید رنگ نقره ای چیکار میکنه؟ گرما رو به بیرون میده. نه، رنگ سفید گرما رو به بیرون نمیتونه انتقال بده، یعنی کمتر به بیرون میده. چرا خرس؟ یه سوالی از شما میپرسم، چرا خرس در مناطق چی؟ در مناطق قطبی چیه؟ رنگ پوستش سفیده. اصلا بخاطر اینکه هوایی که داخل بدنشه زیر پوستشه به بیرون نره مثلا. خب اینجا نمیتونه. چرا میان بیرون بطریه این بطری های چی را فلاسکا را میان بیرونشون را چه میکنن؟ نقره اندود میکنن، یعنی حالت نقره ای باشه، یعنی سفید باشه. چرا اینجوریه؟ بخاطر که میخوان که گرما به باعث و تابش بیرون نره. بله، گرمایی که داخله به بیرون انتقال پیدا نکنه، بخاطر اینه. خب نقره رنگ روشن میزننش، در واقع رنگ نقره ای روشن و براق داره، باعث میشه که گرما بیرون نره. یا به خاطر این بین این دو شیشه، بین این ما گفتیم یه شیشه دو جداره، ناگهان حالت دو جداره است. این شیشه ها حالت دو جداره می سازن. خلا وجود داره. خلا وجود داره یعنی چی؟ خلا یعنی اصلا وسطش خالیه. وسطش خالیه، هوا هم نیست، هوا هم نیست، خلا هیچی نیست، هواشو خالی کردن. ناگهان هواشو خالی کردن. این خلا مانع انتقال گرما از طریق چی میشه؟ خلا که وجود داره از طریق چی؟ تابش. نه، خلا مانع انتقال گرما از طریق رسانش و هموار میشه. میدونی تا به یک چی باش پویا میدونی به خاطر که چی میان اینو خلاشو چطوری بیرون میکنن، هوای بین اینو چطوری بیرون میکنن؟ اینجا میبینه یه قسمت برجسته هست، این نوک اینجا هست، پایینش. خب این در واقع هوا رو یه پمپی میزنن، پمپ خلا داخل کارخونه، این هوا رو از این طریق بیرون میکشن، بعد کرمش میکنن. هوا رو از یه پمپی میذارن اینجا، هوا رو از این طریق بیرون میکشن و همین بعد کلمش میکنن که اصلا هوا وسط این اصلا هوای وجود نداره، از طریق رسانش و همدرد جلوگیری میکنه. پس درپوش عایقی هم داره، نه تو باش درپوش عایقی هم داره. این درپوش عایق چه کار میکنه؟ اصلا گرما رو به بیرون نمیده. بله، اجازه خروج گرما رو نمیده، یعنی حالت پلاستیکی داره. بچه همه اون خیلی این ضربه که شما میبینین، خب بله بچه این ضربه که شما میبینین، این ضرب فلاس از یک فناوری داخلش به کار رفته بویه یا نه؟ بله، اصلا فناوری بچه داخلش به کار رفته. چند تا فناوری هست؟ چون دست انسان داخلش به کار رفته. چون دست انسان توش به کار رفته. خب ما سه تا فناوری داخلش دیدیم. یکی از فناوری هاش چی بود بویه؟ یکی بگو سری تا رد بشین. سطح نقره اندود داره این فلاس، بیرون شیشهش دو جدارش، بطری دو جداره بود کار رفته. خب یک بطری دو جداره بود کار رفته، بطری دو جداره وسط این بطری ها دو جداره، ما میگیم مثل شیشه دو جداره هست تا پنجره های دو جداره ها، وسط این بطری های دو جداره خب هوا هست که نیست؟ چیسته؟ هوا هست یا نیست؟ اصلا بین چی؟ بین این بطری دو جداره هوا هست؟ نه اصلا نیست. خلاه بینشون، خلاه مانع
پس میگیم خل... بین بودیه وجود داره خلل وجود داره، خلل این مانع از انتقال گرما از رسانش و چه میشه؟ همراه میشه. این خلل باعث مانع انتقال گرما از طریق چی میشه؟ همراه به رسانش. خب پس یه بچا یکی بودی دو جداره ما استفاده کردیم، خلل وجود داره، این بودی ها بزنیم مانع انتقال گرمی، خلل که وجود داره مانع انتقال گرمی میشه، گرمی شمانه نمیشنه از طریق همرفت به رسانش میشه. دو چه وجود داره دیگه؟ در گوشایه این بیرون این بودی ها رو چه استفاده میکنن؟ بیرون بودی ها رو دو بیرون بودی ها بیرون بودی بگو بیرون بطری در پوش آیه نه بیرون بطری خود این بطری ها این بیرونش این دو جداره این بطریه دو جداره بچا بیرون این بطری گفتیم که سطح این بطری نقطه اندور و روشنه نقطه اندور نقطه ای میکنن و روشن چرا نقطه ای روشن؟ سطح بیرون بطری نقطه ای و روشنه چرا؟ نقطه‌ای به روشنه چون که استاد گرما با سفر انتقال بیرون نرسن گرما بیرون یا چون بگو رنگ روشن رنگ نقطه‌ای رنگ سفید گرما رو بی بیرون نمیده اگه بیان رنگ مثل آبی و اینه هم باید میشه؟ بله رنگ آبی هم خب رنگ مثلا بیرون میده مثلا گرما رو به بیرون اتفاق مثلا اگه رنگ سیاه بزنه که بطری رو بیرونش رو رنگ سیاه بزنه گرما خیلی سریع بیرون میده درسته؟ بله الان گوشی شما مثلا بریم نرکن گوشی بطر گوشی ها وقتی کار میکنه خب بعد گوشی ها وقتی کار میکنه چی میشن؟ گرم میشن درسته؟ داغ خب داغ میشن این گوشی ها رنگش سیاه باشه بهتر بنظر پشت گوشی ها رنگش سیاه باشه بنظر بهتر رنگ سفید باشه رنگ سیاه باشه چرا؟ استاد گرما رو بده بیرون گرما رو بده مثلا یک کامپیوتری خواستیم شما بگیریم یک کیس کامپیوتر رو خواهیم بگیریم رنگ سفید بگیریم بهتر یا رنگ سیاه؟ استاد برای کیس رنگ سیاه رنگ سیاه چون گرما رو به بیرون میده گرما رو به بیرون اصلا الان ما یه سوال چرا الان کیس ما کمه پیش نشون کیس ما رنگش تقریبا نقره‌ایه تو چی نفهمیدم؟ اصلا الان ما داخل خونه الان کیس کامپیوتر هم اصلا الان رنگش نقره‌ایه کیس کامپیوتر کی؟ من خودم خب حالا ما میگیم که اگه سیاه باشه بهتره نگه حالا درست هم میکنه میگیم اگه سیاه باشه بهتره خونه اینجور در خونه هم میشه مشکلی از بابت داره میگیم اگه سیاه باشه بهتره مثلا کولرهای موتور کولرها را چرا سیاه درست میکنن؟ موتور کولر گازی اینا را چرا سیاه رنگ سیاه گرما را اینه چرا گرما سفید درست میکنن سفید گرما را داخل خودش نگه میداره خب؟ اینا بخاطر اینه و یکی دیگه بخاطر درپوش آیه درست میکنن بچه درپوش آیه چرا درپوش آیه درست میکنن؟ گرما را به بیرون نره پس در بطری های در این بطری که ما ساختیم فلاسکایی که ما خواهد ساختیم چند تا فناوری به کار رفته بویا؟ چند تا فناوری؟ سه فناوری به کار رفته یکی بطری های این دو جلاله استفاده میکنه یکی دیگه بیرون بطری ها نقطه ای و روشنه و یکی دیگه درپوش آیه بوده این اطلاعات ما از کجا گرفتیم؟ از همین چیزی که ما خوندیم این اطلاعات رو گرفتن و اومدن در واقع فلاسکای خلق و اینا رو درست کردن دماغان رو درست کردن دماغان یا فلاسکای خلق خب بچه از سطر آخری رو اگه اینا رو ننوشتینه سطر آخری رو علامت بزنیم اصلی ترین بخونش گویا تا بریم سر درس بعدی اصلی ترین جزء دماغان یا فلاکس فلاکس یک بطری شیشه دچی داره است که بین آن خلا است و روی سطح آن هم از بیرون درون و هم از بیرون نقره اندود است نقره اندود بله و گروه خود درباره نقش هر قسم از دماغان یا آن فلاکس خلا بحث کنند بشه اینو ما رو تابلو نوشتم اینا خب میدونید که گرما رو به بیرون نمیده گرما رو به بیرون نمیدن هدایت نمی کنن خب این میشه
در گوش عایقش میشه چی؟ در گوش عایقش میشه که گرباز گرما رو بیرون میده این بخواهی از در گوش عایق استفاده میکنه گر این دو داشت میشه گرما رو بیرون میده این از طریق همبرد در رسانشه. خب ما میخواهیم بریم کجا؟ علی لیسی شما آماده هستید که بیم رو میکروفون رو بدم؟ علی لیسی آماده هستید؟ بچا میخوایم بریم صفحه معدی آشی آماده هستی میکروفون رو بهت بدم؟ پویا شما با شما خداحافظی میکنیم؟ پویا با شما خداحافظی میکنیم خدا به سفر دست درد نکنه بچا بذاریم که یکی دیگه که علی لیسی حاضری بیه؟ هاشمی حاضری بیه؟ هاشمی خب هر صدا گرفتم بیا هاشمی بیا کجا هستی هاشمی صدات گرفته خب چی میکنی صدا سرما خورده دیگه میگه علی لیسی خب کجا هستی علی خب علی صدا داری علی آسده میاد بله سلام علی خوبی آمان صبح بخیر علی امیده داریم فصل 11 شما فصل 11 را ما بعد در واقع تا قبل از موقع اول میگیم ببرد تا قبل از این باید تموم کنیم و اگه تموم نشد یعنی هفته آید تموم شد ما مجموعیم که سه شنبه یا چهارشنبه بجا برای شما کلاس اضافی یک ساعتی بزنیم تا فصل تموم میشه خب میخوایم بریم فصل 11 بچه ها شما در دوره یافته به سازمانبندی اون پس ما بگیزمش یافته و سازمانبندی سازمانبندی اون خب یافته میدونی چه؟ آن مولکولایی که داخل رنگ های ما هست سه اون سلوله سلول هست سلولی هست اون سلول را باشی اسم فارسیه بچه اسم فارسی سلول را باشی اسم فارسی شو به حساب سلول را فارسی که اون بهش میگن یافته خب حالا شما در دوره ابتدایی با سلول یا یافته آشنا شدید اما در این فصل بچه قراره در این فصل قراره بیشتر در مورد یافته یعنی سلول و اجزای اون بکنید و در پایان هم در مورد سازمان بندی اون یک سری اطلاعاتی به دست بیارید به جای تصویر ورودی فصل نگاه کنید این تصویر ورودی فصل ما هست اگه بخواییم کل فصل را در یک نگاه ببینیم باید در این تصویر اونو چکار کنیم علی؟ اگه بخواییم کل فصل را ببینیم خب در این تصویر در این تصویر رو جستجو کنیم اما به نظر شما هدف این تصویر چیه؟ شاید علی هدف به نظر این تصویر چیه؟ اما این یعنی نشون میده که یاخته ها در رگ ها و بدن ما هستن و در حال انقباض بله خب علی این تصویرش میگه که اینه باشه رسان باشه بعدن گوش کن خب میگه علی همونطور که علی گفت میگیم که هدف این تصویری که الان ورودی فصل ما چیه میگیم در با توجه به اطلاعاتی که دارید این موضوع رو بیان میکنید که کوچکترین قسمت از بدن یک جاندار که میتونه به عنوان موجود زنده شناخته بشه به عنوان موجود زنده شناخته بشه یافته فهمیدی چی گفتم؟ بله چه گفتم؟ گفتیم به این یاخته ها کوچکترین موجودات زنده هستن که ممکن شناخته بشه نگون اینجوری گفتم علی گفتم هدف از این تصویر چیه؟ تصویر چه میخواد به ما بگه؟ گفتیم کوچکترین قسمت از بدن یک جاندار که میتونه کوچکترین قسمت بدن یک جاندار که میتونه به عنوان موجود زنده شناخته بشه یافته بله کوچکترین قسمت بدن یک موجود زنده که میتونه با عنوان در واقع موجود زنده شناخته بشه یاخته یه بچه خب ما تا اینجا خوندیم یعنی گفتیم خب حالا شما بیاین اینجا در ابتدا کتاب از ما خواسته که یک مقایسه بین بدن خودمون و جاندار
و جاندارانی مثل گنجش بخونش علی در بدار کتاب از ما خواسته که بریم یه مقایسه بین خودمون بدن خودمون بین بدن خودمون و بدن جاندارانی مثل چی انجام بدیم؟ بخونش علی؟ آقا یافت کوچکترین واد زنده هست؟ بله از اولش بخون از اولش چه شواهدی؟ چه شواهدی بین ساختار بدن شما و پیکر جاندارانی مانند گنجشک، درخت، سیب یا باکتری وجود دارد؟ با همه تفاوتی که پیکر این جانداران با هم دارند، در یک ویژگی مشترک هم. همه آنها از یک ساخت یاخته یا سلول ساخته شده هم. جانداران مثل باکتری فقط از یک یاخته ساخته شده است، در حالی که بعضی جانداران بیش از یک یاخته دارند. در این فصل با یاخته، اجزایی آن و چگونگی فعالیت‌های یاخته‌ها در جانداران خب اینو در کتاب از ما خواسته، ابتدای این کتاب از ما خواسته، پس از ما خواسته که یک مقایسه بین بدن خودمون و جاندارانی مثل گنجش، سیب و حالا دیگه الیخان باکتری این وجود داره. خب انجام یه مقایسه انجام بده. اگه این تساوی رو بچا داشته باشیم، اگه بخویم تفاوت اینا را، مثلا شما گنجش، درخت، سیب، باکتری رو تو ذهنتون بیارید، خب این تصاویر اینا رو اگه داشته باشه، اگه بخویم تفاوت بیان کنیم، مسلما خب خیلی تفاوت بین اینا هست، بین گنجش و درخت، سیب و باکتری و بدن ما خیلی تفاوت هست، درسته؟ اما این بابا از شما بخویم که شواهد بین این جانداران رو بیان کنیم چی میگی علی؟ شواهد بین این جانداران چیه؟ آقا که همه‌شون مولکول میگم سلول یا یاخته دارن. بگو پیکر همه این جانداران از یاخته ساخته شده. شواهدشون چیه؟ میگیم که پیکر همه این جانداران از یاخته ساخته شده. جاندارانی مثل چی؟ جاندارانی مثل حالا باکتری رو در نظر بگیریم. باکتری به چه یه دونه یاخته داره، اما جانداری مثل انسان، جانداری مثل انسان، مثل گنجش، مثل سیب میتونه بیش از یک یاخته داشته، شاید از میلیاردها یاخته ساخته شده باشه، میلیارد یاخته ساخته شده باشه یا میلیاردها یاخته ساخته شده. خب همین گنجشکی که شما در نظر میگیرید کوچکه، از میلیارد یاخته ساخته شده. خب اما هر چی که هست، بدن تک تک ما از یاخته ساخته شده. خب میتونیم بگیم کوچکترین واحدی که میتونه بدن اینها را بسازه چیه؟ کوچکترین واحدی که بدن اینها را میتونه بسازه چیه؟ سلول یا یاخته؟ بله یاخته هست، کوچکترین واحدی. حالا این سوال مطرح میشه، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که یک باکتری به عنوان یک یاخته چگونه فعالیت‌های خودش را انجام میده؟ یک یاخته چگونه فعالیت‌های خودش را انجام میده؟ مثلا یه باکتری یک یاخته داره، چگونه فعالیتش انجام میده؟ یا جانداران پر یاخته ای، یه جاندار پر یاخته ای رو مثال بزن این سری. آقا انسان یا انسان بله، یا جانداران پر یاخته ای مثل انسان، مثل گنجش یا درخت چگونه میان فعالیتهای خودشون انجام میدن؟ چگونه فعالیتهای خودشون انجام میدن؟ بچه اینجا زیرش خط بکشیم، همه اونها از علی صدر چهارم 1 2 3 4 همه اونها از یاخته ساخته شدنه. شواهد جانداران به هم چیه علی؟ علی شواهد جانداران به هم چیه؟ سری بگو. آقا شواهد جانداران به هم دیگه یک، همه شون از یاخته یا سلول ساخته. آقا این سطر چهار بچه از یکش خط بگیشیم، همه شون از یاخته یا سلول ساخته شدن. خب حالا بگیم ما بفهمیم اینا چگونه فعالیت خودشون انجام میدن، چگونه کار خودشون انجام میدن، باید این فصل رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ مرور کنیم. خب اولش نوشته یاخته کوچکترین واحد زنده، یا این جمله به معنی چیه؟ میتونی بگی؟ آقا همین که خودتون چند تا پیش گفتیدش. بله چی گفتم؟ یعنی اگه کوچکترین
چیزی باشه، موجود زنده باشه، یاخته یا سلول است. بله، درسته. این جمله بچه‌ها به معنی که کوچکترین ساختاری که میتونیم اونو زنده بنامیم، پس این جمله به معنی چی رو گفتی؟ کوچکترین یعنی کوچکترین موجود زنده ای کوچکترین ساختاری که وجود دارد، کوچکترین ساختاری یافته یا سلول است، کوچکترین ساختاری که می توانیم اون را زنده بنامیم چه؟ یافته یا سلول. بله، یافته یا سلول است. خب کوچکتری چه؟ خب حالا در ادامه اینجا کتاب یه جمله مهمی بیان میکنه، میگه یافته واحد ساختار زیر این، یعنی زیر فعالیت نکن، جمله مهم کتاب رو زیرش خط میکشین، جمله مهم کتاب زیرش خط میکشین، بخونش پیدا کنید. دیدید که در یک قطعه کوچک از هر نمونه تعداد زیادی یافته وجود دارد. یاخته واحد ساختاری و عمل در موجودات زنده است. خب کتاب ادامه داره، اینجا رو رمز بزن، اینجا رو به چهار رمز بزن. یاخته واحد عمل، واحد جمله کتاب چون میگه که یاخته واحد عمل، واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است. زنده ساختار یعنی چه دی؟ ساختار یعنی از چیزی که ساخته شده. بله، از ساختمونی که ساخته شده. میگه که یافته واحد ساختار و عمل و کار. عمل یعنی چی؟ و کار در موجودات زنده است. و کار در موجودات زنده است. خب اینجا برای که بدونیم مفهوم این جمله که گفتیم بهتر بدونیم، خب برای که بدونیم مفهوم این جمله چیه، خب بریم چیکار کنیم؟ صفحه بعدی رو با هم دیگه بخونیم که منظور از این جمله چیه. این جمله رو علامت زدیم، بریم صفحه بعدی این جمله رو میخونیم که علی بخون صفحه بعدی، صفحه 94. یاخته های پوستی، ماهیچه های عصبی و خونی انواع از یاخته های بدن ما هستند. یک لحظه نمیست تا اینجا یه سوال بالاش بنویسن، انواع یاخته های بدن. بچه ها بنویسید انواع یافته های بدن. نوشتید انواع یافته بدن، انواع یافته بدن. یافته های پوستی ماهیچه‌ای عصبی و خونی انواع یافته های بدن ما هستن. خب بله، یعنی چهار رو یافته ما داریم. خب حالا انواع یافته های بله، حالا همینا دیگه که بدن ما از همینا درست میشه، یافته‌های پوستی هستن یا ماهیچه‌ای هستن، عصبی هستن و خونی هستن. انواعی از یافته‌های بدن ما را چکار میکنن؟ تشکیل میدن. حالا یافته‌هایی دیگه ما داریم، مثلا یافته‌های بینایی، اینا هم داریم دیگه، یعنی اینا اصلی اینا هستن. خب این اصلی اینا هستن با همین شباهت‌هایی که در که این یافته‌ها با هم دارن، هر یک از آنها ساختار منحصر به فردی دارن. بله، میگه این یافته‌ها با هم دیگه متفاوت هستن، اما هر کدومشون یه ساختار منحصر به فردی دارن. مثلا یافته عصبی الان اینجا نشونش داده، شکل چطوریه یافته عصبی؟ چیز انگار ریشه داره، باریک و درازه. یافته ماهیچه‌ای مثل دوکی شکله، مثل دوکه. دوک میفهمی چیه؟ نه. دوک یعنی به جا هر اسم دوک را در کتاب علومتون دیدیم، دوکی شکل یعنی که مثل ماهی ها، ماهی این سر ماهی و دو ماهی درازه اما وسط ماهی پهنه، به این میگه دوکی شکل. ماهیچه‌ای این میگه که یافته ماهیچه‌ای اینطوریه، یعنی این دوتا چنش درازه، سر و دومش مثلا درازه، وسطش پهنه. شکل چی میبینیم؟ خب بعدش یافته خونه یه چطوریه نشون داده؟ یافته خونی؟ آره آقا، شبیه دایره، کروی شکل، در این شکل اینا رو بچه ما دیدیم.
یافته ها متفاوت مختلف بدن ما، یافته های متفاوت مختلف بدن ما شباهت هایی با هم دارن، اما با وجود شباهت ها ساخته هر کدومشون میگه منحصر به فرده. شباهت با هم دارن اما ساختار هر کدومشون منحصر به فرده، یعنی هر کدوم ویژگی ها به کارکردهای خودشون دارن که از این نظر با بقیه متفاوته. پس میگی ای آیا یافته ها با هم شباهت دارن یا ندارن؟ خلاصه کنیم جمع ببندیم. نه نداره. داره یافته ها گفتیم با هم شباهت دارن، اما ساختار هر کدومشون یعنی ساختمان هر کدومشون به جا چیه؟ ساختمان هر کدومشون فرد منحصر به فرده. پس یافته ها با هم شباهت دارن، در عین شباهتشون هر کدومشون ویژگی به کارکرد خودشون دارن. اینجا زیرش خط میکشیم، سطر دوم یعنی سطر دوم زیرش شباهت های با هم دارن، هر یک ساختمان های منحصر به فرد دارن. خب قسمت بعدی را در واقع ادامه میدیم، اما بذار کدوم ویژگی ها کدوم ویژگی ها ویژگی هایی که ما میخوایم بخونیم خب چی هستن ما، اما کدوم ویژگی ها یاد من در دوره ابتدایی خوندید که موجودات چی ویژگی دارن؟ یاده؟ یه میتونی یکی دو تا ویژگی آره هر موجودی یه ویژگی خاصی داره. خب بعد از ویژگی موجودات رو میتونی برای ما بگیم؟ بعد از ویژگی موجودات رو میتونی برای ما بگیم؟ مثلا چی؟ آسان موجودش رو نام ببری ویژگی شما؟ یه ویژگی نام ببر، یه ویژگی نام ببری کافیه. آقا مثلا گاو. مثلا چی؟ ویژگیش نه مثلا به طور کلی بگو، به طور کلی ویژگی موجودات اینه که میتونن چیکار کنن؟ مثلا ویژگی موجودات میتونن تنفس کنن، میتونن غذا بخورن خب و حرکت کنن. بیاد داشته یکی یافته همه این موارد داره، پس به عنوان موجود زنده و واحد میتونه فعالیت کنه. یکی یافته هم میتونه تنفس کنه، یعنی یافته میتونه تنفس کنه یکی یافته؟ آره هم باکتری دیگه باکتری هم یکی بدن موجود یافته ما، یافته که تو بدن ما، هر یک از این یافته هایی که در بدن ما از میلیارد ها یافته شده درست شده، بدن ما از یافته درست شده، از میلیارد ها یافته درست شده. هر کدوم از این یافته ها میتونه تنفس کنه، هر کدوم از این یافته ها میتونه غذا بخوره و کارهایی انجام بده. پس وقتی که میگیم به عنوان یافته به عنوان موجود زنده و واحده، خب به عنوان یک موجود زنده به واحد میتونه فعالیت کنه. به همین خاطر که بیان میکنیم هر ساختار خب زنده که در بدن موجودات زنده وجود داره از یافته درست شده. هر اندامی که توسط بخش از بدن موجودات زنده خب علی آقا این قسمت صفت آخری را بخون، صفت آخری بالای فعالیت تا اینو بعد بخونید. هر ساختار زنده که در بدن موجودات زنده وجود دارد از یافته تشکیل شده است. خب و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود یافته های آن قسمت آن را انجام می دهند. به همین دلیل یافته ها را واحد ساختاری و عمل در موجودات زنده می دهند. خب بچه این قسمت این سخت می خوانم، هم این سخت را چکار کنم؟ می خوام این سخت را توضیح بدم خب که هر عملی گفته که توسط بدن موجودات بخشی از بدن موجودات انجامه توسط یافته به زمان ساده تر میخوایم بیانش کنیم. چطوری بیانش کنیم؟ خیلی راحت. یک دیواری که از آجر این ساخته شده در نظر شما بگیرید، گرفتید؟ یه دیواری از آجر ساخته شده در نظر بگیرید، وارد سازنده این دیوار اینه چیه؟ وارد سازنده این دیوار آقا وارد سازنده سیمانه دیوار آجر دیگه، وارد سازنده این دیوار بگیم آجر و سیمان. یه دونه آجر که در آجرش از سیمان ساخت. بله ولی یه دونه آجر که در کنار آجرهای دیگه قرار گرفتنه اومده این دیوار رو ساختنه، درسته؟ بله. یه دونه آجر اومده کنار هم دیگه قرار گرفتنه و یه دیوار رو برای ما ساختنه. پس وقتی میگیم یافته واحد ساختاره، یعنی ساختار بدن ما از کنار هم قرار گرفتن یافته ها به وجود اومده. فهمیدید؟ بله. چه گفتیم؟ گفتیم که وقتی
یعنی آقا اگه بخوایم به طور مثال بگیمش، یاخته های ما در کنار هم کار مثلا یاخته های بدن ما، یعنی یاخته های بدن ما کنار هم دیگه مثل دیوار آجری کنار هم دیگه قرار گرفتنه و یا واحد ساختار، ساختار بدن ما را تشکیل دادنه. یعنی یاخته ها کنار یعنی در کنار هم دیگه فعالیت میکنه، در کنار هم دیگه قرار گرفتنه و بدن ما را تشکیل، بدن موجود زنده را تشکیل میکنه. خب تشکیل این بچه‌ها یافته ها حکم آجر را داره برای این یافته ها حکم آجر را داره برای دیوار. وقتی میگیم یافته عمل بدنه، عمل عمل یعنی چی؟ یعنی یافته ها در بدن ما اگه قرار اتفاق بیفته، فعالیتی صورت بگیره تا ما زنده بمونیم انجام میده. عمل یعنی چی؟ پس وقتی میگیم عمل، وقتی میگیم عمل موجود، میگیم یافت عمله یعنی چی؟ ما میگیم یافت ساختاره، وقتی میگیم ساختاره یعنی یافت ها از ساختاره، ساختار ما داریم در یافته و عمل، عمل یافتی یعنی چی؟ بگو عمل یعنی چی؟ عمل یافته؟ عمل یافته؟ آقا باره عمل هست میشه، اوه عمل یافته تاره میشه. نه عمل، عمله، میگه وقتی میگیم یافته عمل بدنه، بدنه هست یعنی چه؟ یعنی گوش کنید آه، یعنی سازنده بدن ماست. نه، اون که سازنده بدن ماست که در مورد آجرینا گفتیم. وقتی میگیم عمل، عمل یعنی کار. وقتی میگیم یافته عمل بدنه، یعنی یافته در بدن ما اگر قرار برای بدن ما اتفاق بیفته، فعالیتی در بدن ما صورت بگیره، توسط این یافته ها انجام میگیره. یعنی اگه شما قرار فکر کنی، اگه قرار مثلا صحبت کنی، توسط چی انجام میگیره؟ یافته. توسط یافته. یعنی اگه قرار در بدن ما، در بدن موجود زنده کاری اتفاق بیفته، بدنی کاری اتفاق بیفته، توسط این یافته انجام میگیره. عمل، میگیم عمل. خب الان ما تا اینجوری اینو خوندیم، اگه متوجه شده باشیم، اگه حالا گوش گرفته باشیم، بعد اگه متوجه شده باشیم، وقتی میگیم موجود زنده یا واحد ساختار و عمل در موجودات زنده یه بچه فهمیدیم چه شد؟ فهمیدیم چه شد؟ آقا من یه بار دیگه تکرار کنم، یه بار دیگه تکرار کنم، یه بار دیگه تکرار کنم. وقتی که میگیم علی این منظور از جمله آخری که واحد ساختار و عمل در موجودات زنده یه یعنی چه؟ میگیم به زبان ساده ما این تعریف چیه؟ گفتیم یه دیوار از آجر ساخته شده. در نظر واحد سازنده این دیوار آجر، یه دونه آجر در کنار یک دیگه اومدن آجرها چیده شده و دیوار ساخته شده. پس وقتی میگم یافته واحد ساختاره، یعنی ساختار بدن ما از کنار هم قرار گرفتن این یافته ها وجود اومده. و وقتی میگیم یافته عمل بدن است، یعنی یافته در بدن ما اگه قرار اتفاق بیفته، فعالیتی صورت بگیره تا ما زنده بمونیم، به عمل انجام بدیم، به کار انجام بدیم، توسط یافته ها انجام میگیره. خب حالا بریم سر فعالیت. اگر به تصویر نگاه کنیم متوجه میشیم چیزی که به هم علی فعالیت رو بخون سری به شکل های زیر نگاه کنیم در باره شباهت های آنها در گروه خود گفته. خب میگه که اگه به تصویر نگاه کنیم چون متوجه میشیم چیزی که به هم تشبیه بین اونا همگی داره، به هم شبیه هستن در این یافتهان. یافته های بدن ما رو چند از یافته های بدن ما رو اومده نشون داده. یافته ماهیچه ای هست، یافته روده هست، یافته چشم هست، یافته عصبی هست. اینا یافته ها چند از یافته ها رو اومده به ما نشون داده. خب این یافته هایی که اومده به جا به ما نشونه میگه همگی دارای هسته هستن. بچا پس شمارش رو هم دیگه چیه؟ یکی از کاراش اینه که اینا دارای هسته هستن. خب پس یکی از شمارشون اگه می‌نویسیم چی؟ شمارشون گفته می‌نویسیم میگیم همه‌شون دارای هستن. همه دارای هسته هستن. هسته هستن. همه دارای هسته هستن. خب بچا پس می‌نویسیم همگی دارای هسته هستن. همگی دارای هسته هستن. هسته دستشون داره. خب حالا یافته ماهیچه‌ای داره که میدونی کمش یافته ماهیچه‌ایه؟ یافته ماهیچه‌ای کمشه بچه ها؟
آقا کنم قرمزه است. قرمزه آقای قرمزه رو چار یافته مایچه بالاش میدونی بزید یافته مایچه یعنی قسمت هایی که هست رو اینا این قسمت های سیاهی نشون داده روش ها این قسمت هایی یافته مایچه قسمت های سیاهی که روش نشون داده هم میبینید قسمت های سیاهی که چار روی یافته قرمزه مایچه این قسمت های قرمزی که روی نشون داده اینجا یعنی یافته از چند هسته داره یافته مایچه ای ما چند هسته ای محسوب میشه پس این یافته مایچه ای ما میگیم چند هسته ایه هسته ای چند هسته ایه فهمیدید؟ پس کدوم از یافته هایی بدن ما چند هسته ایه ولی کدوم یافته بدن ما چند هسته ایه آها مایچه ای مایچه ای پس یافته ما چند مایچه چی مایچه ما چند هسته ای هست بچار که خب این هسته ها بچار دارای یک پوششی احاطه کرده یعنی پوششی اطراف هسته وجود داره یعنی این هسته ها با قیمین مثلا یک یافته بچار حساب کنید حالا این مبادن یک قرمز بتونم اینو قرمزی داشته باشم میگه این هسته ها دارای یک پوششی هستن یعنی پوششی اطراف اگه اینجا یک یافته حساب کنید این هم هستش این هستش یک پوششی داره یعنی جدی دو به هستش هم هستیم پس دو میگیم این هسته ها این هسته ها دارای یک پوششی هستن یعنی پوششی اطراف هسته اینو پاک میکنم پس یعنی دو به هسته هم آن پوشش هم جد داره هسته خود هسته هم آها دو هسته هسته یعنی هم گفتیم که هسته ها دارای یک پوششی هستن اطراف هسته اطراف هسته در اطراف هسته پوششی قرار گرفته پوششی قرار گرفته خب اطراف هسته هم پوشش داره جل داره یعنی خود هسته جلی داره خب حسین گندم بیزی بیا آقا بالا میخواد صدا بده حسین گندم بیزی حسین حسین بیو بالا حسین بیو بالا حسین گرم بزی حسین آه حسین که علی با شما با روزی میکنی شما خستن شو حسین خوبی؟ سلام خوبی؟ حسین فعالیت خیلی کم شده چرا بریم ما فعالیت که میفرسی فعالیت نمیفرسی کمی کم کار شدیه علتشی میتونی یه وقتی مثلا داره واسه هم برام بگی؟ کلا ما واتساپ رو نمیتونیم هر روز چک کنیم چرا؟ هر روز یه بار خرابه برام یه بار میاد بیرون از حسابش یه بار سالمه و دوباره یه روز میدونی داخل چی؟ داخل شاد چی؟ داخل شاد؟ بله فعالیت ما داخل شاد هم میفرسیم همزمانی که داخل واتساپ میفرسیم فعالیت داخل شاد هم میفرسیم میتونی داخل شاد بهم جواب بدیم از شاد علی که حاضر این که فعالیت بیشتر کنم باشه؟ آیا پوشش هسته هاشو میتونم نام ببرم؟ بله پوشش هسته خودشه منافذ هسته هست که دورشه خود هسته هست و یه هستکی که داخلشه فکر کنم خب با یه محافظ پیچی که دور هستک هست اسمش هم کروماتینه خب بخش رو کنم این رو کجا خوندیه؟ واسه این رو کجا خوندیه؟ تو اینترنت دیگه کجا؟ خب حالا بعد قسمت قسمت لازم میشیم جلو بریم یک مرتبه اینجوری مثلا نخونیم خب یک مرتبه اینجوری بخونیم خب خیلی پیچیده میشه ما قسمت قسمت جلو بریم و چیکار کنیم اینا رو بشناسیم بعد در قسمت بعدی خب در صفحات بعدی میریم اینا رو میشناسیم الان ما میخوایم قسمت های الان چیکار کنیم نه کشی تا ساعت 9 رو کلاس هست اطراف هسته رو میخوایم یکی یکی بریم جلو اطراف ما گفتیم این یافته ها خب حسین میدونیم رو امتحان خوندی برای امتحان آماده هستی؟ امتحان علوم؟ بله امروز دوشنبه است دیگه بله میگم آماده هستی که؟ آره بله خب انشاءالله این نوعی خوبی بیاری بچه بیشتر سوالات اون شبیه یه فعالیت برای تو فرستاد ما دو صفحه بودم در دو تا هفته فرستاد ما
که حل کردیم بعضی‌تون همین متأسفانه نفرستادید، بیشتر فعالیت شبیه اونا، یعنی سوالات تستی را خیلی شبیه اونا مدر برمه. خب؟ بله، اطراف هسته گفتیم اصلا یک پوششی داره، یعنی خود اطراف هسته یک پوششی داره. خب؟ دالت محافظ ماننده. بله، محافظ ماننده. سومین قسمت که ما میتونیم اینجا چکار کنیم، تقسیم یافته ای هست. این یافته ها حاصل، این یافته هایی که داریم ما درست میشه حاصل تقسیم یافته ای و از نظر شکل با هم متفاوتن. چون چرا که چرا از نظر شکل این یافته ها با هم متفاوتن؟ آجی؟ چرا یافته ها میبینی که از نظر شکل با هم متفاوتن؟ چرا یافته ها از نظر شکل با هم متفاوتن؟ چرا یافته ها از نظر شکل با هم متفاوتن؟ نمیدونیم؟ بچه‌ها چرا این یافته‌ها از لحاظ شکل با هم متفاوته؟ من بگم؟ من؟ چون کارکردشون فرق میکنه، چون کارشون با هم دیگه فرق میکنه، چون کارشون با هم دیگه فرق میکنه. بچه‌ها مثلا کار یافته ماهیچه‌ای با کار یافته بوده‌ای یا یافته عصبی یا یافته چشم با هم دیگه چه داره؟ فرق میکنه. بگیم چون کارشون با هم دیگه فرق میکنه. پس این یافته‌هایی که حاصل میشه حاصل چیه؟ سومین میتونیم چیزی اینجا بگیم در کجا شما یادش میکنید که بازم شما یادش میکنید الان؟ بله کجا داری یادش میکنید؟ حالا سمت راستش که خواهید. بله سومین این یافته‌ها حاصل تقسیم یافته‌ایه. میگیم سومینش سومین ویژگی، این ویژگی ما داریم اینجا در فعالیت این ویژگی شباهت‌ها را داریم میگیم، شباهت‌ها را داریم میگیم، شباهت یافته‌ها را داریم اینجا بیان میکنیم. میگیم سومی دیگه یافته‌ها حاصل تقسیم یافته است. یافته‌ها حاصل تقسیم یافته‌ای است. حاصل تقسیم یافته یعنی چی؟ یعنی با هم متفاوت. نه حاصل یعنی یافته‌ای که درست میشن، یعنی یافته‌هایی که درست میشن به خاطر چه درست شدنه؟ به خاطر اینکه یافته ما تقسیم ها میده درست ها بیده. نبان این یافته میخواد باشه دو تا یافته، این تقسیممون تقسیم میشه میشه دو تا یافته. خب یعنی از مثلا نصف میشه میشه دو تا یافته. این یافته دو تا هست میخواد بشه چهار تا. خب این یافته چی میشه؟ نصف میشه. میگید یافته ها حاصله، این یافته هایی که درست میشه بده ما حاصل تقسیم چیه؟ حاصل تقسیم یافته ای هست. فهمیدیم؟ بله. فهمیدیم الان؟ بله کاملا. خب این ویژگی هاست، ویژگی این شواهد یافته ها رو ما بودیم اینجا چکار کردیمه؟ به هم دیگه گفتیمه. خب بچه ها میخواییم قسمت بعد میخواییم بریم باز شواهد یافته ها را به هم دیگه چکار کنیم؟ شواهد یافته ها را بگیم. اگه از ما پرسیده بشه تفاوت یافته ها چیه؟ میگیم یافته ها از نظر شکل با هم دیگه چه داره؟ حسین؟ متفاوتن. یافته ها از نظر شکل با دیگه هم متفاوتن زیرا نوع کار اونها با هم دیگه متفاوته. چرا؟ شکلشون با هم دیگه متفاوته؟ چون کارشون با هم متفاوته. آیا یافته چشم با یافته مثلا گوش کارشون مثل همه؟ نه. بنابراین باید یافته چشم و یافته گوش و اینا با هم دیگه متفاوت باشه دیگه. خب بنابراین خب حالا شواهد میخوایم بریم شواهد یافته ها رو بخونیم. شواهد یافته هر جا که لازم شد شما ما میگم بخون. یافته ها با هر شکل و هر نوع کارکردی که به جان داشته باشن یا محدود به هر جانداری که باشن در سه ویژگی با هم اشتراک دارن. اولین ویژگیشون چیه حسین بخون؟ از اگر چه انواع مختلفی از یاخته وجود دارد همه آنها ویژگی های مشترکی دارند، همانطور که در فعالیت قبلی پوشش همه یاخته ها را در اواته می کند. این پوشش قشه یاخته قشه پلاسمایی نامیده می شود. به نظر شما کار این قشه چیست؟ خب از این بذار دمایی پوز بدم و بعد این قسمت بعد به جان میگی که یافته ها با هر نوع شکل و هر نوع کاری که داشته باشن یا
یا مربوط به هر جانداری که باشن در سه ویژگی با هم دیگه اشتراک دارن. اولین ویژگی که الان رو تابلو هم نوشته بودیم، مال فعالیت صفحه فعالیت این صفحه گفته بودیم، اولین ویژگی که همه هسته داره. پس ویژگی به جا میتونیم اون گوشه بده خودتون ببینید خلاصه ما میگیم ویژگی یافته ها به هم دیگه مثلا یه چیزی بود گروه تابلو میسن هسته، همه هسته دارن به جا، همه این اولین ویژگیشون که همه هسته دارن که در فعالیت قبلی هم گفتیم همه هسته دارن. حالا دومین ویژگی گفتیم دارای چه هستن؟ غشای پلاسمایی جلد دارن. غشا یعنی چی؟ غشا یعنی چی؟ یعنی یه پوسته حالت بله، غشا یعنی یه پوسته دارن. این یعنی جلدی مثل کتاب که جلد داره، این هر چی یافته هم جلد داره که بهش میگن غشای پلاسمایی. پس غشای پلاس دارای دو همه یافته دارای غشای پلاسمایی هستن. غشای پلاسمایی به جلد این یافته ها میگیم غشای پلاسمایی دارن. خب دارای غشای پلاسمایی هستن. این هم دومی ویژگی یا شواهد یافته ها برن دیگه. خب همگی به اون سومی چه میخوای بگی؟ آیا هر ماده میتواند از آن عبور کنه؟ خب نظام دامان ویژگی هاشون رو بگیم به چاشو هم بنویسیم و بعد بریم رو یک یکیش رو میخواییم بعد توضیح بدیم. همگی دارای میانیافته یا سیتوپلاسم هستن. همگی سومین ویژگی یافته ها چیه؟ همگی دارای میانیافته. اسم دیگه میانیافته چیه هستن؟ شما مطالعه کردی اینترنت میان یافته یا چی؟ میان یافته یا سیتو پلاس. میان یافته یا سیتو پلاس. میان یافته اسم فارسیشه، سیتو پلاس اسم خارجیشه. همگی دارای میان یافته هستن، یعنی سیتو پلاس هستن. ما ویژگی یافته ها را اینجا بچه ها گفتیم. این قسمت رو بگیم دیگه کلاس انشاءالله تومن. خب بچه ها اینا میخوایم اینها چی هستن آفن؟ اینا که ما گفتیم اینا قسمت های یک یافته هستن. اگه گفتن اینا چی هستن میگیم اینا قسمت های یک یافته، یعنی همه یافته ها اینا رو دارن. خب بیاییم دونه دونه اینها رو بررسی کنیم. اول بریم سراغ غشای پلاسمایی. غشای پلاسمایی پوششی که همه یافته ها دارن. غشای پلاسمایی، غشای پلاسمایی خب محیط پوشی که گفتی همه یافته ها داره. غشای پلاسمایی محیط درون و بیرون یافته را از همدیگه جدا میکنه. پوششی که چکار میکنه حسین؟ که محیط داخل و بیرون رو بیرون درون و بیرون یافته را از هم جدا میکنه. مثل دیوار یه خونه که محیط داخل و خارج خونه را از همدیگه چکار میکنه؟ حالت محافظتی داره. بله مثل دیوار یه خونه که محیط داخل و خارج خونه رو با هم دیگه چیکار میکنه؟ جدا میکنه. خب اما غشای پلاسمایی، غشای پلاسمایی در یافته ها چه وظایفی داره؟ خب غشای پلاسمایی بچه اینجا رو علامت بزنیم حسین، اینجا رو بخون که ما میگم بچه ها علامت بزنیم. پوششی که همه یافته ها رو احاطه کرده بخونش سطر دومی. پوششی که همه یاخته ها را احاطه می کند، این پوشش غشای یاخته، غشای پلاسمایی نامیده می شود. نامیده می شود. خب بذار بگیم غشای پلاسمایی چه وظایفی دارد. وظایف غشای پلاسمایی، خب گفتیم که غشای پلاسمایی هستند مثل دیوار یا خونه که محیط داخل و خارج خونه را از هم دیگه جدا می کند. اما گفتیم چه وظایفی دارد. خب حالا سر اینا بخون بند دوم هست، قسمت دوم ها بخون. وظایفش کارش، کارش ها یا وظایفش بخون. غشا محافظت از یافته بخون. غشای نفوذ پذیری انتخابی دارد، یعنی نه اینجا پاراگراف دوم اولش، پاراگراف دوم غشا ضمن غشا سطر چهارم،
سطر 4 و 5 رو میشه از نمیدون محافظت از بعد مواد رو نیست تنظیم میکنه. بله بذار اینجا وظیفه بنویسیم کنارش بنویسیم یا بالاش بنویسیم وظیفه غشا، وظیفه غشا نوشتین؟ نوشتی حسین؟ نوشتم. خب بذار اینجا میخوام در مورد یک کمی توضیح بدیم. باز گفتیم غشا محافظت از یافت ورود و خروج مواد را تنظیم میکنه، مثل دیوار خونه اجازه عبور و مرور آزاد به هر کس میده یا نمیده؟ نمیده. مثل دیوار خونه که عبور آزاد یعنی نمیذاره که هر کس نمیتونی وارد خونه بشه و بیرون بره. خب در محیط داخل خونه غشای پلاسمایی به هر چیزی که در محیط قرار گرفته اجازه عبور مرور آزاد را درون یا خارج مواد از یافته نمیده. در اینجا یه نکته مهم وجود داره، پس اینو ما باید نکته مهمش اینه که بچه‌ها این سه چهار تا خط رو که ما بگم تعامل کنید دیگه، مجبوریم که یه کمی کلاس رو کمی طولانی‌تر کنیم تا غشای پلاسمایی همون چیه؟ همون شکل بالا سمت چپ صفحه 95. صفحه 95 بعد نون رسیدیم واسه این اونجا تا برسیم بعد اشاره میگیم. خب غشای پلاسمایی همون جلد دیگه، همون جلد که چیه؟ اجازه چه نمیده؟ گفتیم مثل دیوار خونه که اجازه عبور و مرور آزاد به هر کسی را در محیط نمیده. خب بعد ما گفتیم که غشا نفوذپذیری انتخابی داره. ناگهان حسین اینجا گفته غشا نفوذپذیری انتخابی داره. یعنی چه غشا نفوذپذیری انتخابی؟ چرا بالاش می‌نویسین یا انتخابی داره کوچک می‌نویسین؟ اینجا بهش میگن قسمت زیستشناسی. قسمت زیستشناسی شما باید بلد باشین کوچک می‌نویسین، کوچک یادداشت کنین و علامت همه قسمت‌ها رو علامت بزنید. خب غشای نفوذپذیری انتخابی یعنی اون چیزی که نیاز داره اجازه حسین نبون یه غشای نفوذ پذیری انتخابی داری یعنی چی؟ یعنی میگه اون چیزی که نیاز داره اجازه ورود میده، اگه نیاز نداشته باشه اجازه ورودش به یافته را نمیده. فهمیدی چه گفتم؟ بله. چه گفتم؟ گفتی این چیزایی که مهم و نیاز داره اجازه ورود و خروج میده، ولی اونایی که نیاز نداره اجازه ورود. بله و برای خروج مواد هم همینطور، یعنی هم چیزی که یافته اجازه داره بهش اجازه ورود میده، چیزی که نیاز داره بهش اجازه خروج نمیده. خب و برای خروج مواد هم نه مواد زائد اجازه خروج دارن و نه اون موادی که قرار یافته اونو بسازه، چون یافته یک سری موادی میسازه، به این موادی هم که میسازه اجازه خروج نمیده. یه سری موادی که اضافی هست اینا رو اجازه خروج بهشون نمیده، یه سری موادی یافته خودش میسازه باز به اینا هم اجازه خروج نمیده به بیرون که این مواد رو بیرون ترشح کنه. البته بعضی از مواد غشا استثنا دارن، یعنی به هر نسبتی میتونن وارد یافته بشن. مثل چی؟ مثل اکسیژن. اکسیژن به هر نسبتی دلش خواست میتونه وارد یافته بشه به هر قسمتی. خب مواد زائد میتونه به هر نسبتی مثل گاز کربن دی اکسید، مثل کربن دی اکسید، کربن دی اکسید میتونه از اجازه همیشه اجازه خروج داره، همیشه اجازه خروج داره. اما و چی؟ آب به هر نسبتی میتونه وارد بشه، اکسیژن به هر نسبتی میتونه وارد بشه، آب نه اکسیژن به هر نسبتی میتونه چه بشه وارد بشه. و اینو منظور اینه، چون شما الان گفتین یه ما خیلی بحث داره. خب اینجا رو بچه ها علامت بزنیم، فقط با مواد مورد نیاز اجازه ورود میدهد و مواد زائد و ترشحی از یافته خارج میکند. خب تا بچه ها همین درستون تا همینجا دو سطر آخری رو نگفتیمه، دو سطر آخری رو نگفتیمه، یک آزمایشی سری و سه روزه شما به ما کمک کن. خب